بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. رئیس واحد رسانه‌ای عتبه علوی گفت که بیش از 18 میلیون زائر در ایام اربعین به زیارت حرم امیرالمؤمنین علیه السلام آمدند. حیدر رحیم، رئیس واحد رسانه‌ای عتبه مقدس علوی گفت که بیش از 18 میلیون زائر در این ایام به زیارت حرم امیرالمؤمنین علیه السلام آمدند. به افزود که این آمار شامل زائرانی است که طی مراسم اربعین از کربلا بازگشتند. پیش از این یوسف گناوی، استاندار نجف، گفت که شمار زائران نجف در ایام اربعین به بیش از 12 میلیون نفر رسید. عتبه مقدس عباسی نیز شمار کل زائران اربعین حسینی 1446 هجری قمری را 21 میلیون و 480 هزار و 525 نفر اعلام کرد. جمع زیادی از دوستداران و شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در کشور غنا به مناسبت بزرگداشت اربعین حسینی مشایع نمادین اربعین را به جای آوردند. گفتنی است در این مشایع ده‌ها تن از زنان، مردان، جوانان و کودکان در این مراسم مذهبی شرکت کردند. شرکت کنندگان با برافراشتن پرچم‌ها و بنرهای حسینی ارادت خود به اهل بیت علیهم السلام را نشان داده و به تعظیم شعار حسینی پرداختند. ایشان همچنین خاطر نشان کردند که این مراسم مذهبی فرصتی برای بیان هویت مذهبی و فرهنگی جامعه شیعی غنا و تایید تعهد آنها به بزرگداشت شعار امام حسین علیه السلام و همچنین گسترش آگاهی در این کشور است. برنامه جهانی غذا اعلام کرده که بیش از 1 میلیون مادر و کودک در افغانستان به دلیل کمبود شدید بودجه از کمک‌های غذایی سازمان ملل محروم شدند. برنامه جهانی غذا ماه گذشته اعلام کرده که در سال 2024 میلادی با توزیع مواد غذایی مقوی از دست کم 1,600,000 زن باردار و شیرده حمایت کرده است. سازمان جهانی بهداشت هم 3 ماه پیش گفته بود روزانه 24 مادر و 167 کودک در سراسر افغانستان به دلیل بیماری‌های قابل پیشگیری مرتبط با بارداری و زایمان جان خود را از دست می‌دهند.